تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت تغنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. جزء ششم سوره مائده آیه چهارم هستیم و هم بشنویم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ای پیغمبر، يسألونك، از تو میپرسن ماذا احل لهم، چه چیزای برشون حلاله؟ قول بشو بگو احل لكم الطيبات، پاکیزه ها برای شما حلاله. دیگه چی؟ و ما علمتم من الجوارح، و نیست سیدش سگهای شکاری آموزش دیده که در پی شکار گسیل دارید و از آنچه خدا به شما آموخته به آنها یاد میدهید، سید اونا هم به شما حلاله. جوارح جمع جارحه، ریشه جرحه، دو تا معنی داره، کسب و زخم. جرحتم یعنی کسبتم، یا جرحتم یعنی زخمی کردید. به شکار سگ آموزش دیده که میره شکار میگیره میاره، گوسفند شکار میکنه، هم میشه جواره به اون کسب کرده، یعنی گوسفند داره کاسبی کرده به نفع مورده، و هم چون گوسفند رو زخمی کرده بعد برای ما واضحه که ما ذبح اسلامش کنیم. گاهی وقتا انسان قصه میخوره که سگ و یه مدت که میادم چیزی یادش میده، همین که سگ آموزش دید تا آخر عمر بره صاحبش شکار میره. ما خدایی همه چیزی مدده، دو رکعت نماز بره خدا نبخونه. آدم مقصده سگ آموزش دیده چند لحظه ای آموزش میبینه، تمام عمر بره صاحبش شکار میره. مانی که خدایی همه علوم به ما داده بره خدا دو رکعت نماز نبخونه. آدم قصه میخوره، یعنی بی انصاف است انسان. گاهی قرآن میگه ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها بعد انسان ها هستن. راجع به آموزش، آموزش بقدر مهمه که اگر سگ هم آموزش ببینه، شکار سگ آموزش دیده حلال میشه. یسالونک ماذا احل لهم، آیه 4 سوره مائده هستیم، میپرسن چی حلاله. بگو طیبات برای شما حلاله، و ما علمتم من الجواره، از اون حیوانهای شکارچی هم که شما آموزش دیدید مکلبین. این که میگفتم مکلبین، کلب یعنی سگ، حیوان دیگه نه. اگر شما یه به فیل آموزش دیدید رفت جسی دورد، نه، فقط سگ. چند تا شرط داره، حتما باید سگ باشه، دوم باید آموزش داده باشه، بعدم باید امسکن علیکم یعنی برای شما گرفته باشه، نرفته خودش یه شکار بگیره بخوره منتها تتمش برای شما خورده پیش مونده، نه، او رفته به قصد این که برای شما شکار کنه. وقتی هم حیوانو میفرسته برای شکار باید بسم الله بگی، بس کروس الله علیه. پس چهار تا شرط داره، سگ باشه نه حیوان دیگه، آموزش داده باشه نه تگه ورگرد، برای شما شکار کنه نه برای خودش، اسم الله هم باید وقتی فرستادن به شکار برده بشه. خب از این که میگه که بعد فرمود که واتقوا الله ان الله سریع الحساب، از خدا پروا کنید که خدا حسابش سریعه، زود به حسابتون میرسه. یسالونه که از این معلوم میشه که اول رهبر در اختیار مردم بود و در دسترس، دوم مردم بهش مراجعه میکردن جواب میدادن، همه چیزی هم سوال میکرد. تو قرآن یسالونه که زیاده، یسالونه که عن الاهله، از هلال پرسند، یسالونه که عن الانفال، از بیابونها و جنگلهای بیابون پرسند، یسالونه که عن الروح، از روح میپرسند، یسالونه که عن ماذا ينفقون، چی انفاق کنند، یسالونه که ماذا احله، چی حلاله.
پیداست که یسالون کن المحیض، از خون حیض سوال میکردن ایام عادات ماهانه زنا. پیغمبر مورد سواله و هم در دسترسه و مردم با شروع دروازی ندارن، همه چیزی هم میپرسن، در دین هم خجالت نیست. سوال ها مردم هم سرطه نداره، یعنی بگیم اولش کجاست آخرش کجا، از خون حیض میپرسن تا حلال، از چی بخوری مازا اهله میپرسن تا یسالون کن روح، از روح. خب از این معلوم میشه که اون چرا نمیدونیم باید از انبیا بپرسیم. و سوالم یه ارزش و نشانه احساس مسئولیته. از آدمی که سوال داره پیداست درد داره، آدمی که سوال نداره پیداست بیخیاله، هرچی میخواه بشه. کسانی سوال دارن که پیداست حساسن، محققن، پژوهشگرن. و رابطه پیغمبرم با مردم رابطه بیواسطه بوده و خیلی از سوالهات زمینه نزول آیات بوده. بسیاری از آیات بر اساس سوال مردم آیه نازل میشده، مثل همین آیه یسالونه که مازا قل اهله، سوال میکنن جواب تو بگو. این گاهی وقتا سوال زمینه میشه که وحی نازل بشه. بعد میگه اهله لکم و طیبات. طیبات یعنی هر غذای حرام شده به خاطر پلیدیه، اون چه طیب و دلپسند بشه حلاله. اگر یه چیزی گفتیم نخورید، نه که حالا اگر بخورید از ملک ما کم میشه، این به خاطر که طیب نیست. طیب یعنی دلپسند، چون اسلام دین فطریه، چیزهایی که دلپسند است حلال شده. اهل لکم و طیبات، اصل در غذا اینه که حلال باشه. اگر ما چیز شک داریم حلاله یا حرام، اصل اینه که حلال باشه. حرام ها باید بگن این حرامه، مثل که تو بیابونا، بیابونا اصل کوچه هایی که دادن بره، میگه که بگن ورود ممنوع. اگر تابلو و مرود ممنوع نباشه، اصل اینه که مطرح کوچه حق عبور داشته باشین. اصل اینه که آدم هر جایتون عکس برداری کنه، مگه یه تابلو بزنن عکس برداری ممنوع؟ اگر تابلو نزنن، اصل اینه که عکاس بتونه از همه جا عکس بگیره. ولی اگر هم تابلو نبود عکس برداشت، کسی نتونه یقه یه عکاس بگیره. تو چه حقی داشتی عکس برداشت؟ میگه آب جایزه. شما اگر این منطقه ممنوعه، با تابلو بزنید. اگر تابلو نزنید، اصل اینه که همه جا بشه عکس گرفت. خوردن هم میتونه. اصل در غذا، اصل کلی اینه که همه چیز حلاله، هر چیز مورد دلپسنده. خب آموزش منحصر به انسان نی، حیوانات قابل تعلیم و تسخیرن، تعلمهن نه. دانش حتی به سگ ارزش میده و کارایشو بیشتر میکنه. اینم یکی. بعدم میگه که قسمتی از گوشت شکار رو برای خود حیوان شکارچی بذارید. فکلو مما امسکنه، مما من یعنی قسمتی، یعنی اگر یک کسی شکار آورد خودش هم به خودش بده. حتی داریم که اگر کسی مرده ارثشو تقسیم میکنه. بنده مردن ارث رو میخوان بچه ها تقسیم کنن، همینطور که دارن ارث رو تقسیم میکنن، یکی سی رسید گفت سلام علیکم، نگاش به ارث خود یه سیزم بهی بدید. وقتی میوه ها از سر درخته به همسایان باید داد. این نامردیه که همسایان میوه رو میبینن، شما انبار میکنن میری میدون. سر شاخه که بیرونه، به هر حال تو عروسی که هست دود کبابش همسایه خوردن، خب کبابش نخورن. خب اونا که عروسی دارن، تا اونجایی که دود کباب میشه باید به همسایه هم، اینا یه چیزای عاطفیه. خب هنگام فرستادن هم گفتیم نام خدا رو ببرید. ای آیه تمام. پس خلاصه سوال میکنن چی حلاله، فرمود هر چی که دل پسنده حلاله، اگر حرام باشه خودمون میگیم. و او چیزایی که یاد سگ دادید، سگ آموزش دیده، اگر وقتش بفرستیدش برای شکار و نام خدا رو وقت فرستادن ببرید، اون گوسفندی یا هر حیوانی که برای شما شکار کنه، اون شکار سگ آموزش دادن برای شما حلاله. خب این آیه 4 تا اینجا کافیه. تو این آیه خیلی مسئله دسترسی به رهبر، آموزش حتی رو حیوان اثر داره. انصاف داشته باش که اگر یه شکاری برده بودن، سهم اون شکارچی هم بده. اسم خدا رو باید ببریم حتی رو غذا. یک گوساله‌ای در چین بنا سلول بدن مسلمون بشه در ایران، اون ذبحی که میکنه وقت گوساله باید بسم الله بگید، الله اکبر بگید، یعنی نام خدا رو باید ببریم. چرا؟ برای که اون گوساله از اون بره دنیا، میخواد بدن سلول بدن شما بشه. چیزی که سلول بدن شما میشه باید اسم الله برده بشه.
چه گوساله، چه کشتی باید پرچم ایران بشه، چه میز اداره باید پرچم ایران بشه، یعنی چیزی که ادی کارخونه میاد بیرون باید آرمن ای کارخونه داشته باشه، حالا چه پیشگوشته چه کامیونش. نباید بگیم این گوساله این گاو نه فرق نمیکنه. نماز که میخونی باید بگی بسم الله، گوساله چی نباید بگی بسم الله. رابطه با خدا یا رابطه گوساله با سلول بدن، یعنی چیزی که در نظام توحیدی همش باید رنگ الهی داشته باشه. خب آیه 4 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.